بله ممنون من عرض ادب و ارادت و درود دارم خدمت شما جناب آقای بدیعی دوستان عزیزم همگی وقت همگیتون به خیر باشه در مورد تغییر صحبت کردی جناب آقای بدیعی و خب جزو بنیادی ترین مسائل امروز ماست و هر آنچه که جوش و خروش و ظهور و بروز میبینید در جامعه ما گویا اتفاقی در جامعه ما افتاده که چیزی فهمیده شده و این بسیار بسیار مهمه این فهمیدگی قابل سرکوب نیست دیگه این بسیار اهمیت داره هرچند پروپاگاندا یا استبداد همواره نخواسته این موضوع ظهور و بروز پیدا بکنه تا بتونه ادامه ی حیات بده شما در مورد اقتصاد رو بد کردید اقتصاد رو متاسفانه متاسفانه استبداد و کسانی که زیل استبداد در دانشگاه استبداد بودن در دبیرستان استبداد بودن در محت کودک استبداد بودن متوجه نشدن که چه شکلی این اقتصاد رو برای ما تعریف بکنن و میبینیم امروز روز وقتی که میخوان در تحلیل های خودشون مسائل رو تحلیل بکنن نهایتا میرسن به شکم گرسنه و چهار نفر سر در سطل آشغال و مسائل شکمی و نکه مهم نباشه ولی اینکه تحلیلی جز این نداره ایرانی این مایه تاسفه اقتصاد یعنی به نظر من تولید ثروت کردن از همه منابع از همه منابع یک کشور و تولید ثروت امروز در نگاه و منظر ایرانی فقط نفت و گازشه فکر میکنه که اگر نفت و گاز تمام بشود چیزی برای ما نمیماند اینها نفت و گاز ما را دوز اینها ال کردن و همه چیز همه یه فشار روی اینه که اینها بیشتر از این ندوزدن در صورتی که حواسشون نیست که انسان ها اینجا دوز دیده شدن یکی از بزرگترین منابع ثروت یک کشور انسان های اون کشورن که وقتی که سیغل میخوره اون چی میگن الگوهای ذهنی اونها و نسبت به خودشون آگاه میشن به فردیت خودشون آگاه میشن و دنبال چی میگردن دنبال احترام میگردن که چرا وضعیت زندگی من این شکلیه این چرا بسیار بسیار مهمه یک چرای انقلابیه که آقا زیست کرامتمند و محترمانه چیست چه ویژگی هایی داره و اگر مثلا پنج تا ویژگی داره چرا من چهار تاشو ندارم اگر ده تا ویژگی داره چرا من هفت ندارم اونها چیستند و چه چیزی این رو از من دریق کرده چرا من نمیتونم یک زیست محترمانه داشته باشم اونجاست که از طریق همین چرا شما به سمت تغییر حرکت میکنی تا وضعیت فردی خودت رو تغییر بدی جوامع توده ای که متاثر از مسائل توده ای هستند همواره حزم شده گی دارن حل شده گی دارن در توده و فردیت اینجا دوچاره شکست میشه از محلال میشه و قدر و قیمت پیدا نمیکنه و تمام سوالات از فردیت شروع میشه از من شروع میشه که من چیم اومدم تو این دنیا چه بکنم الان وضعیتم چه شکلیه اگه خوبه چرا اگه بده چرا و این چرایی ها به نظر من مهمترین مسائلی است که زیر و یک کشور را دچار تغییر و تحولات بنیادین میکنه نوروز بارها و بارها و سالها و سالها ما نوروز داشتیم ولی آیا تحلیل درستی از نوروز شده نه یه گرد و خاک روبی از خانه و یه شست و یه خانه و تمام در صورتی که نوروز یعنی هران چیز کهنه ای که وجود داره در ذهن انسان ها در جهان یه انسان ها به در کنار فرش و مبلمان و دیگر و دیگر چیزهایی که وجود داره کهنگی از این خانه برود خصوصا از خانه ذهن و عقل و شعور و درایت و درک و در یافته انسان ها اما یا رفته چه چیزی اجازه نداده که این نو روز واقعا نو بشود و روز ما نو بشود و همچنان به واسطه اینکه این روز نو نشود استبداد برای ما فرهنگ سازی کرده که روز نو می آید و از پس این شب تار یک روز نوی قراره که برسه و نرسید و همواره ما رو در یک انتظار نگه داشتند و اجازه ندادند که انسان به خودش فکر بکنه که واقعا چرا این روز نو نمی آید ما چند نو روز رو پشت سر بگذاریم و روز ما نو نشود این نوعی در چیست نوعی در فردیت توست در اینه که تو نسبت به خود خودت فکر بکنی که آقا این زندگی من چیست دارای چه ویژگی هایی است و آیا واقعا زندگی انسانی این شکلیه و اگر نیست چجوری اون رو به دست بیارم اینجا سرمنشأ تغییره و انسان ها شروع به فکر کردن میکنن در صورتی که وقتی که در جامعه یه توده ای شما زندگی میکنید اجازه یه چنین چیزی به شما داده نمیشه چرا که ویژگی ها و فشاری که جامعه یه توده ای میاره اجازه یه فردیت به کسی نمیده در فرقه ها شما اگه برید ببینید فرقه ها چه شکلی هستند فرقه ها یکی از مهمترین ویژگی هاشون اینه که به فردیت اجازه بروز و ظهور نمیدن هر کسی کوچکترین من شایی از فردیت درونش باشه و بخواد بگه من و کرامت من احترام من سرنوشت من و پیرامونه من صحبت بکنه این آدم نمیتونه حزن بشه در فرقه و همون خطری است که کل فرقه رو تهدید میکنه و به سختی با این افراد برخورد میشه و اجازه نمیدن وارد سازمان فرقه خودشون بکنن چرا که اون حزم شدگی و له شدگی و حل شدگی باید بدون فردیت باشه اگر شما به پیرامون فردیت خودتون بخواید فرد فکر بکنید در جمع مزمحل نمیشید حل نمیشید و همواره به فکر پیشرفتید به فکر نو شدنید به فکر اینکه که تمام اونچه که الگوهای ذهنی دیروز شما بوده تغییر بکنه به سمت جلو حرکت بکنه در صورتی که این ایستایی ای، یکی از ویژگی های مهمه جم، جمعیت های توده ایست فرده هاست و مسائلی که ما همش رو میدونیم و به نظر من اندیشمندان بزرگ دنیا که امروز حرفی از اونهاست پیرامون همین موضوع صحبت میکردند.